سلام دوستای عزیز و ما و شما در مضمون لینوکس هستیم. من هم شگوفه حسنی در ششمین جلسه ما قرار داریم. البته جلسه ششم باز هم ادامه جلسات قبلی ماست، چون ما یک بخش را کمی جلسات پی هم هستن روی بعضی موضوعات تیوری باید بحث کنیم تا اینکه با سیستم عامل لینوکس کمی آشنایی پیدا کنیم، بعدش باز بریم روی ترمینال و با کمند ها آشنایی پیدا کنیم. در جلسه قبلی که جلسه پنجم ما بود، ما شما با شل ها آشنا شدیم و بخشایی که از دایرکتوری باقی مانده بود اونا را بس کردیم. رسیده بودیم به عنوان مزیت های سیستم عامل لینوکس نسبت به ویندوز. چی خوبی های لینوکس نسبت به سیستم عامل ویندوز داره و چی تفاوت ها بینشان است، چی مشابهت ها بینشان است. البته یک چیز را در اول باید ما یادآور شویم که این لیست را که ما در اینجا میبینیم اینا از دید یک یوزر لینوکس هستن، اما اگر از دید یوزر مایکروسافت یا ویندوز ببینید، اونا هم دلایل خود را دارن که چرا ویندوز باید استفاده کنن و خوبی های ویندوز نسبت به لینوکس در چی است. خصوصیت اول ما ویروس. لینوکس را کمتر ویروس میگیرن نسبت به ویندوز. به دلیل چی؟ یک، لینوکس در هسته لینوکس فایروال وجود داره و اینمی باعث شده که لینوکس را پر امن بسازه و همی باعث شده که از لینوکس در سطح سرورها بیشتر استفاده شود. اما ویندوز معمول است، همه ما میفهمیم که ویندوز بیشتر ویروس میگیره وقتی که ما یک ویندوز را نصب میکنیم، اما حداقل یک سال، شش ماه یا کمتر از او بر ما کار میده. دلیل دیگه که لینوکس را ویروس نمیگیره، یک دلیل دیگه شیست که اوپن سورس است. نه؟ اوپن سورس که بود، اگر ویروس بگیره چی؟ ما یک ورژن جدید را دانلود میکنم، باز از او استفاده میکنم. اما اگر ما ویندوز ما را ویروس بگیره، من نیاز به خریداری دوباره دارم، من سافتویر های زور نیاز دارم خریداری کنم. در اینجا مو فایده کمپانی ها مطرح است. نه؟ وقتی که یک ویروس را میسازن، دلیلش یک از دلایلش اینه میسته که اگر ویروس نباشه، من از یک ویندوز تا چند سال باید استفاده کنم. وقتی که اونا ویروس میسازن، به این معنا که امو کمپانی که چی را سیستم عامل را میسازه، اونا میتونن خودشان ویروس را بسازن. بخاطر که نفع کمپانی در میان است، سیستم ها خراب شده که ما دیگه خریداری بکنیم. اما لینوکس اگر ویروس گرفت، ما میریم دوباره یک ورژن جدید شه از اون که خوبتر و اپدیت تر دانلود میکنیم و استفاده میکنیم. چند پارچگی یا فرگمنتیشن. فرگمنتیشن به چی معناست؟ زمانی که ما در داخل فضای دیسک، نمیفهم که اینجا میاین، در فضای دیسک فایل ها به این شکل در نقاط مختلف ذخیره میشن. یک فایل ما در چندین کلستر ذخیره میشن. هر گونه فایل ها را ریموو میکنیم یا پاک میکنیم و یا انتقال میدیم، این کارها باعث میشه که امی در فضای دیسک یک نوع پراگندگی به وجود بیاد. یک قسمت خالی باشه، یک قسمت فضا پر باشه، یا اینکه یک فایل که دلیت میشه کلن از او یک سایه وره، یک چیز باقی میمونه، کلن دلیت نشه. اینی پراگندگی یا دیفرگمنتیشن باعث پایین آمدن سرعت کمپیوتر ما میشه و باعث ازی میشه که چون فضای دسک برهم میخوره، منظم بودن و نظمش بازی امو سرعت کمپیوتر را تاثیر داره و او رو پایین میاره. اما در ویندوز بخاطر ازی که اینمی مشکل حل شوه، ما یک برنامه داریم به نام دیس دیفرگمنت. ما در دیس دیفرگمنت میگه اگر از 10% وقتی که ما انالایز میکنیم بالاتر بود، پس ما باید چی کنیم؟ او دیسک دیفرگمنت کنیم، پاک کنیم تا که اطور یک حالت بگیره، فضای پر یک طرف شوه و فضای خالی دیسک ما دیگر طرف شوه، حالت منظم به خود بگیره، سرعت کمپیوتر بالا بره. این کار را در ویندوز با استفاده از برنامه دیسک ریفرگمنت میکنیم، اما در لینوکس این کار به طور اتومات انجام میشه. هر باری که در دیسک تغییراتی به وجود میاد، باز در اون حالت همین فضا خودش اتومات جور میشه و منظم میشه. در همشکستن یا کراشینگ یک برنامه. کراشینگ به چی معناست؟ کراشینگ اون حالت است که اگر من یک برنامه را باز میکنم، او برنامه خراب شده، دیگه این تاثیر روی تمام سیستم مداره. ما در ویندوز رفتیم آفیس را باز کردیم، آفیس جام کرده،
جام کردن آفیس باعث شده که تمام سیستم ما جام کنه، هیچ کار نده. منتظر میشینیم تا که او دوباره جوش شد و بعدش کار کنیم. در لینوکس این کار وجود نداره. اگر یک برنامه ما کرش کرد یا جام ماند، او رو منیمایز میکنم، میرم از باقی سیستم های خود کار میگیرم. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که لینوکس اما کرنلش از محیط گرافیکیش جدا عمل کرد داره. یکی نیستن، عمل کردشان جداست. تاثیر یک بخش روی تمام سیستم تاثیر نداره، یعنی خرابی یک بخش. و مونولیتیک کرنل، گفته لینوکس از مونولیتیک کرنل کار میگیره، ویندوز از مایکرو کرنل کار میگیره. فرق مایکرو کرنل و مونولیتیک کرنل در چیست؟ مونولیتیک کرنل، کرنل است که نسبت به مایکرو یعنی نسبت به مایکرو محدود است خدماتش، اما مونولیتیک است در برگرنده خدمات کلی هستند و خدمات بهتر انجام میدن نسبت به مایکرو. و لینوکس کسا از نوع مونولیتیک کرنل استفاده میکنه. نرم افزار و درایور. نرم افزار و درایور خصوصیت دیگه است. ما در ویندوز به خاطر اینکه درایورهای ما هاردویرهای ما شناساییشان نیاز به درایور داریم. برای هر هاردویر ما باید درایور نصب کنیم. اما در لینوکس کسا ما نیاز به درایور دیگه نداریم. هاردویر را شناسایی میشن و اون گفتیم که فایلاش در داخل دایرکتوری دیو قرار داره. نرم افزار ها هستن. بحث نرم افزار ها، وقتی که ما لینوکس را نصب میکنیم یک مقدار از تعداد از نرم افزار هایی هستن که مثلا پی دی اف ریدر، مثلا آفیس، مثلا براوزر و غیره، سافتویر های معمولی که ما باش سر و کار داریم در لینوکس از قبل وجود دارن و نصب شده می باشن. اما در ویندوز ما باید او را خریداری کنیم. مثلا اگر ما بخوایم یک آفیس اوریجینال خریداری کنیم، تا چی حد ما باید مصرف داشته باشیم؟ پارتیشن پرایمری. پارتیشن پرایمری به این معنا که ویندوز فقط میتونه در پارتیشن پرایمری نصب شه، در اکستندد پارتیشن نصب شده نمیتونه. ما در کل دو نوع پارتیشن داریم، یک پرایمری یک اکستندد. پرایمری که است سیستم عامل دو نصب میشه، اکستندد که است فضای باقی است که باز ما از لاجیکال درایو ها میسازیم، در داخل از او دیگه معلومات خود را اضافه میکنیم. اما لینوکس که است فرقای دیگه هم زیاد است بین پرایمری و اکستندد، چون موضوع ما به بحث دیگه نره. لینوکس که میتونه هم در پرایمری و هم در اکستندد پارتیشن ها نصب شه، کدام مشکل وجود داره. حتی ما میتونیم لایو بوت کنیم. کی کاره؟ حالا میگن در ویندوز یا در ویندوز ها هم امکان پذیر شده که ما لایو بوت کنیم، نیاز به نصب روی هارد دیسک نداشته باشیم، از سی دی های لایو استفاده کنیم. هر زمانی که کار داشتیم استفاده کنیم، نداشتیم سی دی رو بکشیم، خلاص. این هم در ویندوز امکان پذیر است و در لینوکس. صد نوع از فایل سیستم ها را دارد. کدامش صد نوع فایل سیستم ها را دارد؟ یک چیز معما آمدنه. صد نوع فایل سیستم ها را دارد. این به این معناست که در لینوکس ما بیشتر از صد نوع فایل سیستم داریم. اما در ویندوز محدود از فت داریم، NTFS داریم، RFS داریم و غیره. این چند سه چهار دانه محدود است. تکنولوژی کلاستر بندی. تکنولوژی کلاستر بندی، وقتی که یک سیستم عامل از کلاستر بندی استفاده میکنه، او قادر به است که محاسبات مغلق پیچیده را انجام بده. و به می دلیل است که لینوکس در بخش سرورها بیشتر استفاده میشن، چون از تکنولوژی کلاستر بندی استفاده میکنن. فایل سیستم XFS تا 1,000,000 TB و 1024 پردازنده را گفته پشتیبانی میکنن. خب ای به این معناست که در لینوکس فایل سیستمش تا حدود 1,000,000 TB KB, MB, GB, 5 TB. 1,000,000 TB را ممکن است که فضای دسک را شناسایی بکنه. اما در ویندوز این محدود است. تا حدود چند 16 GB یا 16 TB. اینقدر بالاتر از اونا نمیه. و 1024 پردازنده. پردازنده به معنی چی است؟ CPU یا پروسسر. لینوکس میتونه با 1024 پروسسر همزمان کار کنه. ما فرض کنم در کمپیوتر ما یک پروسسر نصب است که توانایی 1024 پروسسر داشته باشه. یا فرض فرضی است البته. فرض کنم که داخل
لپتاپ من 1024 پروسسر است. هر پروسسر معلوم دار است که پروسس کرده میره اطلاعات و عملیه ها در او صورت میره. پس لینکس میتونه همزمان با این قرار پروسسر کار کنه که ویندوز دهی کار قادر نیست. سیستم عامل لینکس کاملا رایگان است. البته در اینجا یک سوال باقی مونده که باز بحث میکنیم. سیستم عامل لینکس کاملا رایگان است. رایگان البته همیشه نمیشه که رو با پول وابسته بکنیم. مثلا اگر ما بروم با بخوایم سی دی لینکس رو بگیریم، خب معلوم دارست برای من بفروشن دیگه، ما اون سی دی شن رایگان بده سارده نمیتونم. رایگان روز پیشم گفتیم که از فری گرفته شده. فری به معنی فریدم است. فریدم یعنی آزادی است. من حق کپی را دارم، حق توزیع را دارم، حق تغییرات در کد دارم. دست ما باز است در استفاده از لینکس. اما در ویندوز ما اینمی آزادی یا فری بودن که اصل ندارم. باز اگر در موضوع پولم بیایم، اما میتونم که از اینترنت لینکس را بسیار خوب ساده بدون پیمنت یا پرداخت دانلود کنم. اما اگر ما بخوایم که ویندوز را برم از اینترنت دانلود کنم، از اول پول میخواد، ما باید پرداخت کنم بعد از او استفاده کنم. چند خصوصیتی که بین لینکس و ویندوز تفاوت‌ها و مشابهت‌ها و فرق‌ها را ایجاد کرده و خوبی‌های یک دیگر نسبت به دیگرش واضح‌تر ساخته، اینا بود. خصوصیت دیگه هم وجود داره، اما یک موضوعی که گفتیم که تا 2 تیبی فضای دیسک را شناسایی می‌کنه. این به چی معنا؟ مثلا من یک هارد دیسک دارم 2 تیبی. بیا ببینم اینا ساده مثال بود. یک فلاش دارم. فلاش ما تا به 1 جیبی را شناسایی میتونه. سی؟ تا 1 جیبی فایل سیستمش فضای دیسک یا فضای فلاش را شناسایی میتونه. ما میروم در داخل از این 1 جیبی را شناسایی میتونه. ما در داخل از این، اما اصل خود فلاش چند است؟ 2 جیبی. ما میرم در داخل از این یک فایل را میخواییم که پاک کنیم، 500 MB است. اینی را پاک میکنیم. یک فلاش داریم، 2 جیبی فضا داره. ما میرم در داخل از این یک فایل را میندازم که 500 MB است. برای ما پیام میتونم میگی فایل بزرگ است. در داخل فلاش جای نمیشه، ما جای نداریم. در حالی که من در فلاش خود 2 جیبی دارم، اما فایل ما 500 MB است. چطور ممکنه که نشناسه؟ این دلیل چی است؟ نوع فایل سیستم مثلا. فایل سیستم میره که من استفاده میکنم شاید تا 400 MB رو بشناسه. اینقدر اگر 400 MB شده. یعنی باقی فضایی که است ایره دیگه نمیشناسه. وقتی که من میرم کپی هم میکنم میگه جایی نداره. جایی داره اما فایل سیستم شناخته نمیتونه. فایل سیستم فقط اینقدر آدرس دیگه کرده میتونه. به این خاطر در لینکس گفتیم که فایل سیستمش میتونه که تا بیشتر از 1 میلیون TB را رسیدگی بکنه. این حال نظر به اینی مثال شما حدس بزنید که امو فایل سیستم های خصوصیت فایل سیستم های اونا چقدر بالاتر است نسبت به ویندوز. و نقصه های سیستم عامل لینکس است یا لینکس دیستریبیوشن. من نفهم که چرا در اینجا ما یک اش نام داریم تا اینجا در عنوان ما. اش را در نظر نگیرین یا که بیایی نمیره هست کنیم. لینکس دیستریبیوشن است و بجای اس اشت خورده. لینکس دیستریبیوشن یا که دیستورس برش میگیم، منظور از او امون نسخه های مختلف لینکس است که ما در بازار داریم. ما در ویندوز هم مثلا ویندوز اشت داریم، اف داریم، قبلا ایکس پی داشتیم، حالا ویندوز 10 داریم. نه؟ باز بعدش در داخل هر کاتگوری ویندوز که بریم ورژن های خود را داره. مثلا ویندوز 10 که بریم ویندوز 10 هوم است، پروفشنال است و غیره نسخه هاش. لینکس دیستریبیوشن یا نسخه های لینکس هم که میگیم امو کاتگوری های کلیش هستند که ما در کل کدام نسخه های از لینکس را در بازار داریم. کورا مخففاً به نام دیستورس یاد میکنم. و در اینجا گفته که یک دیستورس یا دیستریبیوشن از چند بخش ساخته شده. دیستورس شامل اینی بخش ها میشه. شامل برنامه ها هستن، مجموعه از برنامه ها هستن، شامل کتابخانه هستن،
شامل برنامه، کتابخانه، پکیج یا برش بسته های مدیریتی گفتن؟ بسته های مدیریتی؟ خب، پکیج نوشته میکنیم. وکن نسخه های مختلف لینکس که وجود داره یا دیستریبیوشنز یا دستورس که وجود داره، اینی چهار چیز شامل داره. یعنی یک بسته مجموعی از برنامه ها، کتابخانه، پکیج و کرنل است. برنامه ها رو میفهمیم، کتابخانه رو میفهمیم، پکیج رو میفهمیم، کرنل هم در تعریف هم از اینا رو آشنا هستیم. اما چیزی که بین از این نسخه ها مشترک است چیز کرنل است. تمام نسخه های لینکس از یک کرنل استفاده میکنه. چیزی که بین از اینا فرق ایجاد میکنه اینی سه دانه است: برنامه، کتابخانه، پکیج. اینی سه چیز یا پکیج منیجمنت سیستم برش میگیم. این سه چیز باعث تفاوت بین نسخه های مختلف لینکس میشن. در غیر از او کرنل، اما یک کرنل مشابه است که همگی از او استفاده میکنند. در اینجا دستورات شما میره بس کرده و بعدش هم گفته که در کل نسخه های لینکس بیشتر از 690 لینکس نسخه داره، وجود داره و این نسخه ها در دو کاتگوری تقسیم میشن. کدام کاتگوری؟ یک کاتگوری تجاری است، یک کاتگوری غیر تجاری. کامرشال دستورس و نان کامرشال دستورس که پشتیبانی توزیع های تجارتی در مقابل پول صورت میگیرد. هر دوش رایگان است، اوپن سورس است. اما با فرق از این که اگر یک نسخه از لینکس را استفاده میکنیم که در کاتگوری تجارتیش باشه، ستابش دانلود فری است، برنامه هاش فری است، اما زمانی که ما نیاز به سپورت یا حمایه امو کمپانی یا وبسایت داریم ما باید پیمنت کنیم. که در نسخه های غیر تجاری این گپ وجود نداره، ما نیاز به پرداخت نداریم، همه چیز رایگان است. اما معنی اصلی رایگان بودن در اینجاست. نمونه از اینا میشه رد هات، نمونه از اینا میشه اوبنتو. ما شما اوبنتو رو روش بس میکنیم. رد هات رایگان است، رایگان نصب میشه، دانلود میشه، اما زمانی که ما نیاز به سپورت داشته باشیم باز ما باید پرداخت کنیم. کدام نسخه ها را داریم، چی ویژگی های داره، اوبنتو کدام نسخه لینکس است که ما کار میگیریم، اینا را ادامه میدیم در جلسه بعدی. و برای فعلا خدا نگهدار.